یه نوع فلفله دیگری بود که در تهران ما هرچی میگشت بهشون گفتیم فلفله، ولی در شهرستان های مختلف نام های مختلفی داشت. احتمالا این نوع فلفله که الان ملاحظه میکنید به احتمال قریب یقین از آذربایجان به جاهای دیگه منتقل شده، چرا که دارای نام آذری هست. ما بهش میگفتیم فلفله، ولی در آذربایجان بهش میگن مازولاخ، در همدان بهش میگن گرگره. طرز کار این خیلی ساده بود. این یه نمونشه، ملاحظه بکنید که به دور این نخی بستن، این رو روی صفحه یا زمین میکشتن، نخ رو وقتی میکشیدن این میچرخید روی زمین، که حالا طرز کارش رو من خیلی خوب بلد نیستم، یادم رفته، ولی همینجوری. خب این دوتا نوع مازلاخ دیگر که الان ملاحظه میکنی شکلش با اون یکی اندکی تفاوت داره. این دسته داره و اینها دسته نداره. این بیشتر در آذربایجان استفاده میشده و اینها در تهران بیشتر استفاده میشده. اینم باز یه نخی دورش میپیچوندن، منتهای اینا دیگه روی زمین اینجوری نمیذاشتن، نخو وقتی میپیچوندن این رو رها میکردن، این با همون شتاب نخ بقیه یه چرخشش رو روی زمین بدون نخ انجام میداد. اینم همونه، این هم همون مازلاخه یا فلفله های. بعد وقتی که این میچرخید میمدن این رو با کمربند یا تنابی بهش میزدن در حال چرخش و این چرخشش سریع‌تر میشد و ادامه چرخشش بیشتر میشد. این یه نوع فلفله است، یه نوع دیگر فلفله. دستساز هست به نام فلفله دو دستی معروفه، چون با یه دست نمیشونید به شخونه، از دو دست استفاده میکردیم. ملاحظه کنید نام‌های مختلفی خونده می‌شد، من جمله موش که به شکل موش می‌ساختیم، یا به صورت یک کبوتر می‌ساختیم، یا پرنده می‌ساختیم بهش یا موش می‌گفتیم یا می‌گفتیم پرنده. این نوع پرنده‌ش هستش، تشکیل شده از یک قرقره، نخ، کش و حلبی که قرقره رو بهش وصل کردیم و یه تکه مقوا و برای تزیینش هم از پر استفاده شده. ملاحظه بکنید این چقدر قشنگ راه میده. این رو دستسازه و همه رو خودمون می‌ساختیم. به نظر می‌رسه که این گنجشک یا این پرنده‌ای که ما می ساختیم با
همین مقبا و قلقل و قیله در جاهای دیگه به شکل‌های مختلفی می‌ساختن. من اینو تو اینترنت پیدا کردم، به صورت یک لاک‌پشت هستش که از نصف پوست نارگیل استفاده شده. باز این دستساز هست، پشتش قلقل است و چرخکی که گذاشته شده، دستگاه گردندش همون لاستیک و قلقله و نخ است. این در کشورهای آسیا جنوب شرقی که مثل هندوچین، مالزی، عرض میشه که ویتنام و سایر کشورهای مختلف که اون طرف بوده، از این وسیله به عنوان اسباب بازی استفاده میکردن. این هم ملاحظه میکنید که چقدر قشنگ حرکت میکنه، یعنی تکنیک حرکت این تکنیک همون پرنده ای که ما داشتیم، منتها ما در ایران نارگیل نداشتیم، از کاغذ استفاده میکردیم، در اونجاها از تکنیک نارگیل استفاده میکنن و احتمالاً قدمت این خیلی زیاد میتونه باشه. ما در گذشته نارگیل نمیدونستیم چی چیه، یعنی زمانی که من بچه بودم نمیدونستم نارگیل چی چیه، پدر ما هم نمیدونست نارگیل چی چیه. نارگیل جزو محصولات نواحی گرم سیری بود که در ایران نبود یا وارد نمیشد. ما در کتاب جغرافی که سال 1110 شایدم دیرتر نوشته شده بود، در باره کشورهای آسیای جنوب شرقی نوشته شده که محصولات این منطقه که گرمسیر هستش، برنج، نارجیل که همون نارگیل هست و محصولات دیگر، زنجبیل و چیزهای دیگه. اینا که ملاحظه میکنید به نام یویو معروفه. من دو نوع یویو رو اینجا، شایدم سه نوع یویو رو اینجا من نشون میدم. یویوهایی باید یه توضیح مختصری درباره تاریخچه یویو بدم. در زمان قاجاریه و اوایل دوران پهلوی که بیشتر دوره قاجاریه، یعنی زمان احتمالاً احمدشاه و شاید هم قبلش، ضوابط ایران با اروپا بسیار بسیار روشن بود و محصولات خارجی وارد ایران می شود. همه چیز وارد ایران می شود، من جمله اسباب بازی هم وارد ایران می شود. یکی از اسباب بازی هایی که در ایران متداول شده بود یویو. تقریبا یه همچین شکلایی بود که از فرنگ می آوردن، یویوهای فرنگی معروف بود و بین خانوم ها این خیلی متداول شده بود. خانوم ها با روبنده یا پیچه که روی صورتشون می انداختن، یه در واقع یه پرده حصیری بود که روی صورتشون می داختن و تمام لباساشون مشکی بود، حتی پاپوش مشکی و کفش مشکی، همه چیز مشکی داشتن. با این شکل و شمایل در زیر چادر، در زیر اون روپوش حتی یویو بازی میکردن. تصنیفی هست که حالا من یه بیتشو یادم هست، خانوم به این درازی میکنه یویو بازی. پس این متداول بوده در بین خانوم ها، تا این متداول بود تا زمان کشف حجاب که زمان سلطنت رضا خان. از اون به بعد دیگه چادرها برچیده شد، یویو بازی خانوم ها هم برچیده شد.
اون چرا که بعدا ایرانی ها اومدن از همین به وسیله قلدره های نوار ماشین تحریر که این یکی نمونهش هست فلزیه استفاده میکردن که الان من متاسفانه خوب بلد نیستم اینو به دور انگشت نمیچیندن اینا میتابوندن این رو وقتی برکت در میوردن این نخ به دور این قلدره میپیچید بسته میشد و باز میشد این قلدره بالا پایین میرفت این دو نمونه قلدره ایش هست یکی فلزیه که از ماشین تحریر استفاده شده و این هم چوبی هستش که من دادم خراب برام ساخته بعد از مدتی یعنی سال 1320-1325 یه نوع یویوی دیگه در تهران متقابل شد که پسرها و دخترها ازش استفاده میکردن این یویوی کشی بود که این خیلی ساده بود یک کش بود که به انگشتشون رفت میکردن و یه تیکه چوب گلوله کره چوبی که باز خراس ها میساختن این کش میومد و اینطوری ازش استفاده میکردن و چون این هم خیلی متداول شده بود و افراد مسن بعدش میومد این بازی بچه ها رو منع میکردن که این بازی رو نکنن حتی داستانی ساختن که هر زمانی که یویو بازی در ایران متداول شد اون موقع قحطی هم فراوان شد و نشون میدادن قحطی و مرض رو در زمان قاجاریه کم قحطی شد که بسیار کشت و هم وبا اومد که بسیار کشت در بعد از قحطی و هم زمان 1120 که ایران به اشغال کشورهای انگلیس و فرانسه و امریکا در آمد و باز یویو بازی متداول بود و آذوقه ایرانی ها رو این کشورها بردن به مصرف قشونشون رسوندن باز در ایران قحطی شد که من این قحطی رو کاملا یادم هست همون زمان هم باز این یویو بازی متداول شده بود و معتقد بودن افراد حسین که یویو بازی ارتباطی داره با قحطی چون البته چنین چیزی نیست از ماشین های چرخدار دیگه یا چرخنده ما میتونیم انواع دیگری از فلفله رو نشون بدیم این هم یه نوع فلفله است طرز کارش تشکیل شده از یک تکه نخ و یک تکه چوب طرز کارش اینو میتابونی الان صداش ممکنه که شما بشنوید چون صدا میکرد یه صدای سنگینی داره و راحت میچرخه به این گفتیم فلفله به این نوع فلفله میگفتیم فلفله یه جنگی به خاطر اینکه بچه ها نمیتونستن مشت بکنن و این رو بگیرن چون یکی از بازی بچه هایی بود که یه نفر فلفله بازی میکرد یه نفر دیگه مشت میکرد اون رو میگرفت چون پنجه های بچه ها کوچیک بود و نمیتونستن این رو بگیرن پنجه هاشون آسیب میدید بهشون گفتیم فلفله یه جنگی اینم یه نوع فلفله بود که یا خودمون می ساختیم